یه حرکات زشت و سخیفی از دستشون در میاد به اسم شادی و نشاط. آدمی با کلاس این کارو میکنن و این حرکات انجام میدن. و یه سوال دارم، تو محلت شما سنی نمیشینه؟ اومدیم اتفاق این صحنه رو دید، ایجاد کینه توی سنی، بعد این سنی نسبت به همه شیعه ها کینه میگیره. خدا لعنت کنه عبدالمالک ریگی، عبدالشیطان ریگی، شیعه میکشت فوج فوج. روز آغاز امامت امام زمان هواپیما رو نشوندن، کت بسته چش بسته اردنش، بعدم که ادام شد. این مردک میگفت هر وقت میدیدم سربازا ماشین های آدم کشی، یکم انگیزشون کم شده مجلس عمر کشون رو میذاشتم. اینا که میدیدم به عمر توهین شده میرفتم و شیعیان رو ذبح میکردم کوچیک و بزرگش. حالا مجلس عمر کشون به نفع شیعه است یا به ضرر شیعه؟ هدف شما امیر صاحب از این عملیات چیست؟ هدف ما اینه که ما قبلا با دولت صحبت کردیم و صحبت های زیادی داشتیم. ما گفتیم که ببین ما با هم دیگه درگیر هستیم و جنگ هستیم و این مسئله مشکلات ملی و مذهبی ما اهل سنت و بلوچ از در بلوچ اسلام مشکلات داریم، ولی ما درگیر با شما هستیم، درگیر با افرادی که صاحب قدرت هستن، حکومت هستن، سلاح هستن، وسائل هستن. در این درمیان افرادی هستن از ما که هم بی طرفن، مردم عوام بلوچ، و شما هم یک گروهی دارید افراد مثلا بی گناه شیعه یا فارس که در منطقه هستن. یعنی همونطور که ما مردم بی طرف داریم، شما مردم بی طرف دارید، و ما تا زمانی که شما به مردم بی طرف ما تجاوز نکنید، ما با مردم شما کاری نداریم. شما هر جا ما را دیدید بزنید برای شما مبارک، هر جا ما شما را دیدید میزنید برای ما مبارک، این مشکلی نیست. ولی مردم هایی که در این میان هستن، با این مردم ها نباید کسی کار داشته باشه. ولی دولت جمهوری بزار اسلامی این عهد را شکسته و چند نفر از جوان ها را چند هفته قبل 3 نفر از طایفه نوکزایی را شهید کردن تو شهر زادان بدون هیچ جرمی، بدون هیچ گناهی. 3 نفر از طایفه شهباش را چند ماه قبل شهید کرده بودن و چند روز قبل هم اینجا کولسنگی 4 نفر از بنزین کشا گزال کشا را زدن شهید کردن و این مسائل. و ما وقتی صحبت کردیم که این کارها به نفع منطقه و به نفع جامعه نیست، شما با مردم عوام خودتون را نگیرید، شما رو مردم فشار نیارید، ولی اونا این عهدشکنی را کردن و ما هم الان میخواییم این درس به اونا بدیم که اونا بدونن اگر از این به بعد این کار را کردن و دست به چنین جنایت هایی زدن، ما هم میتونیم این کار را بکنیم. و مسئول این عملیات و مسئول این کشتار و این فاجعه که امشب میخواد اینجا رخ بده خود جمهوری اسلامیه، خود مامورین وزارت اطلاعات هستن، مامورین سپاه هستن، مامورین نیروی انتظامی هستن. مسئول این عملیات و مسئول این کشتار و این فاجعه که امشب میخواد اینجا رخ بده خود جمهوری اسلامیه، خود مامورین وزارت اطلاعات هستن، مامورین سپاه هستن، مامورین نیروی انتظامی هستن. همون کسانی که سبب شدن مردم ما بیگناه کشته بشن، اونا مسئول خون این افراد هستن که امشب اینجا کشته میشن. دیگه صحبت من ندارم. از مرکز